این هفته شیوه های جدیدی برای سنجش علائم حیاتیتون در بخش مراقبت های ویژه یا فقط برای نرفتن به مطب دکتر و آیا کامپیوتر میتونه جای چند قرن سنت ویسکی سازی رو بگیره؟ خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در دوران همگیری توصیه شده که از خونه بیرون نریم به جز در موارد ضروری مثل مراجعه به پزشک یا برای درمان. هرچند این روزها در بسیاری از کشورها پزشکان میتونن از طریق تلفن، تماس تصویری یا به صورت آنلاین با بیمارانشون ارتباط داشته باشن. هرچند برای برخی از آزمایش‌ها باید حضوری به درمانگاه مراجعه کرد. در این برنامه میخوایم نگاهی بندازیم به فناوری‌هایی که کمک میکنن این آزمایش‌ها توسط خود بیماران انجام بشه. دستگاه‌های نظارت بر تندرستی چیزهای جدیدی نیستند، اما همه‌گیری مشوقی بوده برای ظهور دستگاه‌های خلاقانه نو. بعضی وقتا تنها چیزی که لازم دارید یه گوشی هوشمنده. شرکت بینای آی اپی نوشته که با استفاده از دوربین گوشی هوشمند، تبلت یا لپتاپ علائم حیاتیتون رو در کمتر از یک دقیقه می‌سنجه. اونم فقط با نگاه کردن به صورتتون. به نظر میاد که این مصداق همون جمله معروفه: رنگ رخسار خبر میداد از سر درون. بینا تغییرات رنگ ناچیزی رو که در گونه ها و پیشونیتون اتفاق میفته رو تحلیل میکنه و این تغییرات رنگ ناچیز دریچه یه به جریان خون زیر پوست شما، و با تحلیل جریان خون ما میتونیم ضربان قلبتون، میزان اکسیژن موجود در خونتون، سرعت نفس کشیدنتون و خیلی علائم بالینی دیگر رو بفهمیم. بیش از 100 میلیون نمونه بررسی شده و در حالی که این ابزار منتظر مجوز استفاده فراگیره، هزاران پزشک دارن آزمایشش میکنن. برای اینکه نظر یک نفر دیگر رو هم جویا بشیم، با کلر گرادا، پزشک خانواده و رئیس سابق مدرسه سلطنتی پزشکان عمومی در بریتانیا صحبت کردیم. شما زیر پوستتون میلیون ها موی رگ بسیار ریز دارید و کاری که این فناوری میکنه اینه که به یکی از اونها گیر میده و این علائم مختلف رو جمع میکنه. یه راه حل دیگه مبتنی بر گوشی هوشمند میتونه این باشه: کافی انگشتتون رو روی این دستگاه ریز LMD فشار بدید تا فشار خونتون رو بررسی کنه. حسگرهاش فشاری رو که دارید بهش وارد میکنید و شکل رگهاتون در زیر پوست رو بررسی میکنه. اما هدف نهایی اینه که این دستگاه رو در گوشی‌های همراه ادغام کنن. وقتی فشار خونتون رو با بستر یا بازوبند معمولی میگیرین، اتفاقی که میفته اینه که بازوتون بین بازوبند و فشار خونتون فشرده میشه. ما هم دقیقا همین کار میکنیم. فرقش اینه که ما از رگهای نوک انگشتتون استفاده میکنیم و دستگاه هم روی نمایشگر بهتون میگه که فشار رو کم یا زیاد کنیم. فعلا باید چند باری آزمایش کرد تا فشار رو بخونه، اما شرکت میگه داره سعی میکنه با بهبود بازی‌های ساده‌ای که به فشار دادن درست روی نمایشگر کمک میکنند نتیجه رو هم بهبود ببخشه. آزمایش‌های بالینی در حال انجامه. اگه بتونیم کسایی رو پیدا کنیم که معمولاً تا دیر نشه و به مشکل نخورن به مطب نمیان، خیلی اتفاق خوبیه. اما بعضی مواقع گوشیتون نمیتونه به تنهایی همه کارها رو انجام بده. این دستگاه میخواد توی ویزیت‌های غیر حضوری بهتون کمک کنه. درونش گوشی پزشکی و یک سری متعلقات دیگه داره که کمک میکنن بتونید توی گوش و حلقتون رو ببینید یا صرفاً دمای بدنتون رو بسنجید. این دستگاه یک اپ هم برای گوشی داره که یافته‌ها رو ثبت میکنه تا برای دکتر بفرسته. اگه دکترتون قرارداد داشته باشه میتونید تماس ویدیویی بگیرید تا او هدایتشو در دست بگیره.
بسیاری از دانشگاه‌ها در آمریکا و اروپا دارن از تایتو به عنوان یک درمانگاه کوچیک استفاده می‌کنن. ارائه‌دهندگان خدمات پرستاری در منزل هم همینطور. برای همین لزوماً به خونه محدود نمیشه و در اجتماع هم استفاده میشه. تایتو کر تا به امروز در آمریکا و اسرائیل تاییدیه بالینی گرفته. خدمات سلامت همگانی بریتانیا هم داره آزمایشش می‌کنه. اما بذارید ببینیم پزشک خانواده مهمان برنامه راجع به این دستگاه 300 دلاری چی فکر می‌کنه. راستش به نظرم برای والدین نگران چیز مناسبی نیست و ترجیحاً نباید ازش استفاده کنند. اگه استراب دارید و وسط ناخوشی دارید دنبال قطعه های این دستگاه میگردین، به نظرم خیلی به دردتون نمیخوره. جایی که شاید به دردتون بخوره وقتیه که میخواییم یه بیمار رو تو خونه تحت نظر بگیریم. مثلا اگه بیماری رو دیده باشم و نگرانش باشم و ندونم که مثلا این بچه حالش بده یا نه، شاید این دستگاه رو به والدینش قرض بدم تا جزئیات بیشتری راجع به حال بیمار به دستم بیاد. و آیا چون این دستگاه های آینده دارند؟ کووید باعث شده نگاه ها عوض بشه. با این حال فکر میکنم نهایتاً 60% ویزیت ها از شروع تا پایانشون اینترنتی خواهند بود. به نظرم همچنان تعداد زیادی از بیماران به علتهای مختلف به طور حضوری توسط پزشکشون ویزیت میشن. امکان بهبود وضعیت سلامت از طریق گوشی و دستگاه دیگه واقعاً عالیه، اما بعیده که فعلاً بتونن جای ملاقات با پزشک رو بگیرن. کادر درمان در همه جای دنیا دارن تلاش میکنند تا با ویروسی که به بدن ما حمله کرده مبارزه کنند. بیمارانی که زیر دستگاه تنفس مصنوعی یا ونتیلاتور هستن بهشون مسکنهای قوی زده میشه و با دستگاه‌های مختلف مانیتور میشن تا به موقع کادر درمان بتونه برای درمانشون اقدام بکنه. اما در مادرید پزشکا به ما نشون دادند که چطور با فناوری‌های موجود و استفاده از اونها به شکلی متفاوت میشه جان‌های بیشتری رو نجات داد. مثل بسیاری از کشورهای دنیا، بخش‌های مراقبت‌های ویژه اسپانیا هم دارن با تعداد زیادی بیماران کوویدی دست و پنجه نرم می‌کنن. در دو تا از بیمارستان‌های مادرید دارن از سامانه استفاده می‌کنن تا حال کسانی رو که بیماریشون وخیمه زیر نظر بگیرند. کار دستگاه ام دولوریس نظارت بر دستگاه عصبی خودگردانه که به شکل ناخودآگاه تنفس، فشار خون، ضربان قلب و دیگر دستگاه بدن رو تنظیم میکنه. این دستگاه به پزشکان کمک میکنه تا با یک نگاه ساده متوجه بشن که بیماری که آرام بخش گرفته چقدر داره درد میکشه. اینجا بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پوئترا دهیه روست. ما در حال حاضر در این اتاق 11 تا بیمار کوویدی داریم. استفاده ازش بسیار ساده است. برای دردسنجی فقط 2 تا برچسب نیاز داره که وقایع رو ثبت می‌کنن. منظورم فعالیت‌های الکتریکی قلب و با این سیم خیلی ساده به نمایشگر وصل میشن. به طور کلی 2 تا عدد به شما میده. یه عدد که با میزان درد فعلی بیمار هم بسته است و یه عدد دومی که میانگین میزان دردیه که دستگاه در 3 دقیقه گذشته ثبت کرده. به ما خیلی کمک کرده چون به راحتی میشه تفسیرش کرد. به محض اینکه وارد اتاق میشید میتونید دقیقاً بفهمید که بیمار داره درد میکشه یا نه و تنظیم داروهای آرام بخش رو راحت تر میکنه. ما همیشه نگرانیم که نکنه بیمار داره درد میکشه، ولی در این حال میدونیم که استفاده بیش از اندازه از مواد افیونی هم خوب نیست. پزشکان میگن که سطح درد معمولاً به چند روش گوناگون اندازه‌گیری میشه، اما این سامانه این کار رو ساده میکنه و جزئیات بیشتری بهمون میده. چالش اصلی برای پزشکان اینه که بتونن راهی پیدا کنن که هم بیمار احساس راحتی کنه و در کنارش دستگاه عصبی هم بتونه با عوارض ویروس مقابله کنه. وقتی بیماری وخیم میشه و مجبور میشیم از تنفس مصنوعی استفاده کنیم، لازمه که بیمار رو شدیداً بی‌حس یا حتی فلج کنیم. مسئله کلیدی بیهوش کردن بیماره، اما معناش این نیست که مغزشون رو از کار میندازیم، فقط فعالیت مغز رو کم میکنیم. برای همین این فناوری خیلی مهمه، چون به ما اجازه میده میزان بیهسی و داروی آرام بخش رو هدایت کنیم تا نه زیاد باشه و نه کم.
این سامانه قرار نیست جای دارو و دیگر درمان‌ها رو بگیره، بلکه ابزاری اضافه تا همزمان که داریم چیزهای بیشتری راجع به درمان این بیماری یاد می‌گیریم، پزشکان مراقبت‌های ویژه‌ام بتونن ازش استفاده کنن. این هفته فیسبوک ممنوعیت تبلیغات سیاسی رو که از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده بود برداشت. فیسبوک گفته این اقدام در پی دریافت بازخوردهای زیادی از کاربرانش صورت میگیره. منطقه مغولستان داخلی ممکنه به زودی استخراج بیت کوین رو به دلیل مصرف بیش از حد انرژی ممنوع کنه. و چند ماه بعد از اینکه گوگل سامانه سربند مقوایی واقعیت مجازیش رو منبع باز اعلام کرد، این سربند دیگه در فروشگاه آنلاین گوگل به فروش نمیرسه. این هفته همینطور یک میلیاردر ژاپنی اعلام کرد دنبال 8 آدم خوششانس میگرده تا او رو در یک سفر فضایی همراهی کنند. یوساکو مایزاوا معروف به MZ همه بلیط‌های ماهگردی با اسپیس اکس رو خریده. او قبلاً گفته بود میخواد صندلی‌ها رو به هنرمندان بده. بازی لست آف آس 2 نامزد 13 جایزه از بفتای گیم شد. این بیشترین تعداد نامزدی برای جوایز در تاریخ بفتاست. مراسم امسال بفتا گیمز آواردز کاملاً آنلاین برگزار میشه. این بازی همینطور نامزد جایزه جدید گیم سال ایه که با رأی مردم اعطا میشه. گروهی در دانشگاه MIT پهپادهایی با ویژگی‌های حشرات ساختند. این ماشین‌ها با وزن 0.6 گرم تقریباً اندازه یه زنبور عسلن و میتونن 500 بار در ثانیه بال بزنن. این بهشون کمک میکنه از پس برخورد اجسام باهاشون بر بیان. سازندگانش امیدوارن این پهپادهای کوچیک در عملیات جستجو و نجات مثلا در ساختمان‌های تخریب شده به کار بیان. و در پایان این هفته شاهد ربات‌هایی بودیم که حسگرهایی با ویژگی‌های مشابه پوست دارن و میتونن کارهای بسیار ظریفی انجام بدن. مثلا اینجا یکیشون تخم مرغ رو به موقع ول می‌کنه. این حسگرهای لمسی نرم توسط تیمی در دانشگاه شهر هنگ کنگ ساخته شدن. اینجا ربات دیگه‌ای میتونه به لطف حسگری که روی دستش نصب شده سوزن نخ کنه. به نظر میاد که هوش مصنوعی خیلی آروم اما مطمئن داره به ابعاد مختلف زندگیمون گام میگذاره، از داخل خونه‌ها گرفته تا روندن خودرو. اما شاید فکر کنید در یک حوزه که بشر توش تخصص داره نتونه چندان کاری از پیش ببره و اونم سنت چند صد ساله ساخت ویسکیه. در گزارش‌های بعدی سری میزنیم به سیلیکون ولی و اونجا میبینیم که چطور در آن واحد ویسکی چند ساله میسازن. همینطور سری خواهیم زد به قدیمی ترین کارخونه های ویسکی سازی اسکاتلند، اما پیش از اون میریم سراغ کشور که چندان شهرتی در ویسکی سازی نداره، سوئد. کشور سوئد تجربه زیادی در ساخت ویسکی نداره. اگر از استکهلم 2 ساعت به طرف شمال برید به شهر یبله میرسید، جایی که آنجلا دورازیو به عنوان استاد ترکیب ساز برای مکمایرا ویسکی کار میکنه. البته یک عنوان شغلی دیگه هم داره که به همین اندازه با عظمته، مأمور ارشد بینی، و قراره برامون توضیح بده که چطور یک کامپیوتر به ساخت جدیدترین ویسکی برنده جایزش دست یاری رسونده. یا شاید بهتر بگیم بینی یاری رسونده. فرایند تقطیری که پشت سر من می‌بینید نقطه شروع کار ماست. این فرایند همون چیزی رو بهمون میده که عین آب شفافه و خیلی هم قویه. حدود 70% الکله. این عرقی که تازه گرفته شده طعمی شبیه جو داره. مخمرها هم طعم خودشونو بهش میدن. مخمری که ما استفاده میکنیم در واقع همونیه که همه تو سوئد باهاش کیک شیرین میپزن و طعمی که میده خیلی میوه‌ای و سبکه. طعم میوه‌ای معطری داره. بعد از تقطیر این مایه رو میریزن توی بشقای بلوط تا طی چند سال حسابی جا بیفتند و طعم چوب رو به خود بگیرن. الکل این مایه به مرور از طریق بلوط که یه ماده زنده است تبخیر میشه و مزه بلوط پیدا میکنه و از بلوط رنگ میگیره.
اما مرحله بعدی کار آنجلا، جایی که تصمیم میگیره چطور محتویات بشکه‌های مختلف رو با هم مخلوط کنه، به موضوع یک آزمایش یادگیری ماشین تبدیل شد. وقتی میخوام یه ترکیب درست کنم، از قبل فکر میکنم که چی توش باشه و بعد آزمایشی یه مقدارش رو درست میکنم. مثلا شاید یه مقدار بوربون فین اکس به عنوان پایه بردارم و چند تا نمونه هم از یه چیز دیگه بگیرم. طعم و عطرهای مختلف رو تو این ترکیب با هم مخلوط میکنم. اینجاست که میتونم بگم آها، یه خود زیادی از اون بلوط آمریکایی ریختم. معلومه که باید تو این ترکیب یه خورده کمتر از اون بریزم و این فرآیند ممکنه روزها و هفته ها طول بکشه. این شد که استارتاپ فور کایند پیشنهاد داد که با نوشتن یک نرم افزار ببینه آیا میشه کار ترکیب رو سپرد به کامپیوتر یا نه. همه اطلاعات مربوط به ترکیبات سابق آنجلا، اطلاعات بشکه ها، یادداشت های مربوط به طعم ها، نظریات و جوایز رو به خورد این الگوریتم دادن تا ببینن آیا میشه یک ترکیب جدید پیشنهاد بده که در حد و اندازه بردن جایزه باشه یا نه. این برنامه هوش مصنوعی کلی دستور جدید به هم پیشنهاد داد که در ابتدا خیلی عجیب و غریب بود و با چیزی که من دوست دارم استفاده کنم فاصله زیادی داشت. مثلا میگفت مقدار خیلی کمی از بشکه های 500 لیتری استفاده کن، اما این کاری نیست که باید بکنید. این شد که تصمیم گرفتیم بعضی از حالات ممکن رو کنار بگذاریم. 100 تا دستور به هم داد که بعد از بررسی به نظرم خوب نیومدن و گفتم نه. 100 تا دستور دیگه به هم داد و بعدش هم 100 تا دیگه. در نهایت 5 تاشون رو که به نظرم خوب بودن انتخاب کردم. نتیجه شد یک ویسکی که اسمش رو گذاشتن اینتلیجنس، که بازی با واژه باهوشه. این ویسکی 2 تا جایزه توی آمریکا برد. اما آیا به درد میخوره؟ ما مقداری از اون رو به یکی از بیننده‌های کلیک دادیم که خیلی ویسکی اسکاتلندی دوست داره و میدونه ویسکی خوب یعنی چی. در مقایسه با یک ویسکی تک مالتی اسکاتلندی چطور بود؟ A more concentrated flavor, whereas this one a full of flavor, but it's enjoyable. It's you couldn't drink much of it, I don't think. البته در حال حاضر برنامه‌ای برای تولید مجددش وجود نداره که قطعاً خبر خوبی برای اساتید انسانی ترکیب سازه. اینجا اسمش هست گلن تارت، قدیمی ترین ویسکی سازی اسکاتلند. اینجا همه کارها رو به روش سنتی انجام میدن. و این آخرین ویسکی سازی اسکاتلندی که پورش رو دستی چرخ میکنه. با دست اهروما رو میکشن و لوله ها رو در جای درست قرار میدن تا سطل های چوبی دست ساز رو پر کنن. کاتینگ یا قطع کردن، وقتی که ظرف هایی رو که در حال گرفتن مایع تقدیر شده هستند تغییر میدید و جریان الکل رو قطع میکنید. این فرایند که کل درصد الکل و شفافیت نوشیدنی رو تعیین میکنه چشمی انجام میشه. برایان میدونه زمان درست دقیقاً کیه. و وقتی نوبت بشکه‌ها میشه، پیش از انتخاب هر کدوم رو جداگانه بو میکنند. یک دانش غریزی که طی چند دهه بهینه شده. این دوتا گربه مقیم هم بر کارها نظارت میکنند. سوئد که هیچ، ولی تصور کنید مدیر اینجا وقتی بهش گفتیم دارن تو آزمایشگاه سیلیکون ولی ویسکی میسازن، چه واکنشی نشون داد. همونطور که میبینید ویسکی ما با اشک و آه و عرق جبین ساخته میشه. میتونین حسش کنین و حتی طعمش رو تو ویسکی بچشین. راستش رو بخواین با تک تک سلولهای بدنم در تضاده. به نظرم این کار یک وجه رمانتیک خیلی قوی داره. یه گشت اینجا بزنین، بشکه ها رو باز کنین و بو کنین. آیا واقعا میشه این چیزها رو تو آزمایشگاه انجام داد؟ واقعا فکر نمی کنم شدنی باشه. اما
اما یک پرسش اساسی، آیا فناوری‌های نو میتونن روند طولانی پا به سن گذاشتن ویسکی رو کوتاه‌تر کنند و با گرون‌ترین و مرغوب‌ترین ویسکی‌ها رقابت کنند؟ برای پاسخ این پرسش باید یه سر بریم سیلیکون ولی. به اسپوکن اسپریتس خوش اومدید. یکی از چند استارتاپ کوچیکی که امیدوارم بتونن در صنعت مشروب سازی انقلاب بپا کنن. مارتین و استیو بنیانگذاران این شرکتن. یکی دو تا نمونه مختلف داریم و میخوایم جنبه‌های مختلف عطر رو بررسی کنیم. مقدار فورفورال این بیشتر از این یکیه. برای همین مزه فندقی این بیشتر از اینه. یه نمونه دیگه شاید وانیلین بیشتری داشته باشه که یعنی بیشتر طعم و عطر وانیل داره. اینا چیزایی هن که ما میتونیم تو نسخه های بعدی دستور مهندسی کنیم. میشه گفت که ویسکی سازی یه جور علمه، ولی اینا کار رو به یک سطح دیگه بردن. اجازه بدید استیو از آغاز تا پایان این فرایند رو توضیح بده. ما در ساخت این دستورها از سه تا عنصر اصلی استفاده می‌کنیم. اولی اون چیزیه که بهش میگیم عرق پایه. عنصر دومی که استفاده می‌کنیم چوبه. در این مرحله از چیزی استفاده می‌کنیم که بهش میگیم میکروبرش، که تیکه‌های کوچیک چوبن و اندازه هر کدوم حدود 1/25000 اندازه یک بشکه است. کار رو با ساخت مخلوطی از ریزبرش‌ها آغاز می‌کنیم. پس این ریزبرش‌ها رو با هم قاطی می‌کنیم تا بتونیم به اون دستوری که دوست داریم برسیم. مثل ادویه‌های مختلفی که توی دستور آشپزی استفاده میشن. و وقتی به ترکیب دلخواهمون از این ریزبرش‌ها می‌رسیم، تصمیم می‌گیریم که چطور می‌خوایم این ریز طعم‌ها رو برشته و نیم‌سوز کنیم. در مرحله بعدی، توش رو پر از عرق می‌کنیم و با هم می‌ذاریمشون توی دستگاهی که بهش می‌گیم فعال کننده. و سپس با کنترل دقیق محیط داخل دستگاه میتونیم زمان و چگونگی وقوع کنش ها رو کنترل کنیم. ما میتونیم از 17 میلیارد ترکیب مختلف در ساخت دستورهامون استفاده کنیم و معمولاً 3 تا 5 روز طول میکشه تا به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. به گفته اونا بخش های از این فرایند از نظر اقتصادی حساسه و فعلا باید مخفی بمونه. اما ادعا می کنند مشروبی که می سازن از جمله ویسکی و رام به خوبی جنس واقعیه. اینا سه نمونه مختلف از محصول بیسپوکن ما هست. این محصول به اصطلاح پرچمدار اولیه ما بود. اولین محصولی که تولید کردیم و اولین محصولی که جایزه برد. این یکی یه ویسکی به سبک ژاپنی، یعنی عطر گل بیشتری داره و میوه‌ای. این یکی اما بوربون کلاسیکه که بیشتر وانیلی کاراملیه و مزه چوب میده. باید تاکید کنم که ما اینجا مشروب مصنوعی نمیسازیم. فقط داریم عناصر سنتی فرایندهای سنتی رو به شکل خیلی دقیق کنترل میکنیم تا نتایج خیلی دقیق بگیریم و به این ترتیب توان ویسکی ساز رو به مراتب بیشتر کنیم. امروز نوبت بررسی آخرین دسته از دیگه وقت مزه کردنه. جاش پیتر یک کارشناس معتبر ویسکی و نویسنده وبلاگ ویسکی جاگه. او عقیده داره که این نوع فناوری میتونه مشروبهای خوبی درست کنه، اما تکرار فرایند خوابوندن یه داستان دیگه است. من تا حالا تو اینا ویسکی ندیدم که به نظرم شبیه مشروبایی باشه که واقعا تو بشکه بلوط خوابوندن. ولی رام های خیلی خوبی دیدم. مزه چیزایی مثل رام که نیازی به خوابوندن ندارند خیلی خوب در میاد. اما بین چیزایی که لازمه توی بشکه خوابونده بشن، راستش هنوز چیزی ندیدم که به گرد پای محصول واقعی برسه. احتمالا در تهیه کوکتل خیلی موفق خواهند بود. میتونین چیزای خیلی جالب و باحالی با اینها درست کنین، اما فکر نمی‌کنم بشه نوشیدنی درست کرد که من نوعی دوست دارم آخر روز توی لیوان بریزم و بدون اینکه چیزی بهش اضافه کنم بنوشم. شرکت‌هایی مثل بسپوکن اسپریتس واقعا نیاز دارن تا همه رو متقاعد کنن که کارشون خوبه. اونا میخوان یک بخش کوچیکی از یک صنعت چند میلیارد دلاری رو مال خود کنن. اگه بتونن فقط 1% از کسانی رو که نوشیدنی تختیری مصرف میکنن راضی کنن که آینده اینه، قطعاً به سلامتی خودشون هم خواهند نوشید.
خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناس @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.